خب محمد، صحبت های آقای مهدوی آزاد رو بخشش رو که اینجا بودی و شنیدی، منم که بلند صحبت میکنم فکر کنم بقیه بخشش هم از پشت میز شنیدی. گره کوری شده مسئله برجام، یعنی الان آدم میدونه که کی مقصره، بعد به کی فشار بیاد، کی باید قدم اول رو برداره. به نوعی هر روز ما داریم یه سری واکنش میبینیم، ولی نشست امروز یه مقدار به نظر میرسه تحلیلگر در بخش قبلم گفت ایران رو نگران کرده. روزنامه ها چطور نگران شدن؟ قبلش بگم که پرونده ایران داره به شورای حکام میره، اونجا اگر تصمیمی بگیرند و اخطاری به ایران بدن راه باز میشه برای اینکه دوباره به شورای امنیت برگرده، کل برجام بر هوا بره. و در این وضعیتی که الان هست در واقع دیپلماسی هم به بنبست خورده. روزنامه ها هم همین رو دارن میگن. روزنامه آرمان ملی امروز بسیار بسیار آمده و فریاد زده که آقا دست از این وضعیت بردارید، با دو نفر که اتفاقا متخصصین این امر هستن، آقای نقیب زاده که استاد دانشگاه هست و آقای فریدون مجلسی که از دیپلمات‌های قدیمی هست، آمده و صحبت کرده. ببینید، ما اون چیزی که از اینها میشنویم بدیهیاته، یعنی وضعیت ما الان جوری هستش که بدیهیاتی که مردمان کوچه و بازار هم میفهمند رو زعمای جمهوری اسلامی نمیفهمند. آقای فریدون مجلسی آمده گفته که اصل مذاکره مهمه، یعنی ما اصلا با یکی دعوا، با یکی مشکل داریم، دعوایی داریم، اگه بخوایم مشکلاتمون رو حل کنیم باید باش مذاکره بکنیم، چه مستقیم چه غیر مستقیم. حالا ایران تمامی راه‌ها رو بر هر گونه گفتگو بر آمریکا بسته، خب هیچ مشکلی هم حل نمیشه. از طرف دیگه خیلی متحورانه رفته جلو و گفته تا این همه تحریما رو بر ندارید ما هم کنار نمیایم. آقای مجلسی این رو تصریح کرده که اینطور نیست دنیا که ما هر کاری بکنیم و دیگران هیچ کاری نکنن، هر کنش ما با کنش دیگران رو در پی داره. ببینید، این حرفای بدیهی هستش که با هر عقلی هم سازگاری، غیر از اون عقل عجیبی که زعمای نظام داره. آقای نقیب‌زاده هم توضیح داده که ما در منطقه کاملا غریب افتادیم و همه رقبای ما در حال پیشرفت هستن، همگی هم از ترکیه بگیر تا امارات، عربستان، همگی هم موافق این هستن که ایران در تحریم باشه، چون یه رقیب خیلی بزرگ هست شده. بنابراین نیازی ندارن که بیان و حامی ما باشن، باید از این وضعیت فرصت سوز بیرون بیاین. البته کسی اینها رو نمیشنوه. روزنامه بعدی رو که میخواستم خدمتتون عرض کنم روزنامه آسیا هست، روزنامه اقتصادی هست که بعضا یه تیترهای عجب و غریبی میذاره، مثل همین. آره، یکم سریع تر میرم. باشه، بهمن حسین پور دبیر کمیسیون مشترک اقتصادی ایران ترکیه یه نکته‌ای رو گفته که آقا بعضی از سفرهای ما اصلا انگلیسی بلد نیستن، زبان بومی منطقه‌ای که میرن که هیچ، ولی انگلیسی هم بلد نیستن، اینا چطور میخوان با دیگران حرف بزنن؟ و این یه نکته‌ایه که اصولا جمهوری اسلامی اهل گفتگو گویا نیست. و بعد بریم سراغ روزنامه شرق و اینکه محسن آرمین یه سخنرانی کرده هفته گذشته در میان پزشکان و نکته ای رو گفته که ما مشکلمون احمدی نژاد نه روحانی هست نه این، یک نظام ضد توسعه در ایران هست که این اصلا نمیگذاره ما به جایی برسیم. خط لوله ها رو نگاه بکنی، خط لوله های گاز رو که از تمام اطراف ایران داره رد میشه و ایران کاملا از توسعه به دور افتاده. این نکته. من یه نکته ای رو بگم که جمهوری اسلامی یه جورای شبیه حمله مغول هست. مغول ها وقتی به ایران حمله کردن مدنیت رو ورانداختن، چون چنگیز معتقد بود شهر رو باید نابود کرد تا مغول روی اصل زندگی کنه. الان وضعیت ضد توسعه در جمهوری اسلامی هم به همین وضعیت، به همین منوال هست. روزنامه بعدی روزنامه اعتماد هست و یک و گزارش خیلی تکان دهنده ای از تئاتر شهر که یک زمانی نماد توسعه فرهنگی ایران بود، از سال 51 که افتتاح شد و علش هم همین چند وقت آذر ماه بود فکر می‌کنم. بله، آقای افخم بود، سردار افخمی. بله، ایشون هم درگذشت. این رو دقت بکنید که این تئاتر شهر الان ناامنه، دور و برش پر از کارتون خواب و دزد و خفتگیر و اینها هستن. ساعت ده شب اصلا نمیشه اونجا راه رفت، دیگه اون وضعیت فرهنگی رو نداره. این هم برمیگرده به این که نگاه توسعه فرهنگی در جمهوری اسلامی نیست و من فکر کنم که وقتمونم تموم شد. ممنونم از توضیحاتت محمد رهبر اینجا در بخش مرور روزنامه ها.